دهها ساکنی ناحیه روشقلا و شهری خوروغ روز 25 نوامبر در مرکز ولایت مختاری کوهستانی بدخشان جمع آمده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ گلبیدین زیوبکوف شدند. به نقل منابع گلبیدین زیوبکوف 29 ساله ساکن شاخدره ناحیه روشقلا یک منطقه نزدیک به خوروغ شب گذشته در پی عملیات مقامات قدرتی کشته شده است. امروز مقامات دادستانی بدخشان با پخش یک خبر در سامانه خاور گفتند که زیوبکوف با همدستانش از گروه متشکل جنایتی کارمند دادستانی روشقلا را به گروگان گرفته است. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد این حادثه را تحقیق داشت و حالا در استودیا با ما قرار دارد. میرزا نبی، جزئیات حادثه چی است؟ ببینید، مقامات بدخشان میگویند که سبب نارامی امروز در خوروغ گروگانگیری ابیرزاده یاردمچی پرکرور ناحیه روشقلا در ماه فوریه سال 2020 ربط داشته است. در خبر دادستانی ولایت گفته می شود که در رابطه با این حادثه آن زمان نسبت گلبیدین زیوبکوف و همراهانش از طرف پرکراتوری بدخشان پرونده جنایت آغاز گردیده، این نفران در پایگرد قرار داشتند. در خبر دادستانی همچنین از جمله گفته می شود که زیوبکوف بر اساس مواد کافتکاوی مقامات پرکراتورا در کافتکاوی رسمی قرار داشت. هنگام عملی نمودن چاره‌بینی های فوری اید به بازداشت نمودنش بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه نشان داده، از پیستولت تمغه مکاروف که غیر قانونی در اختیارش بوده است آتش میکشاید. دادستانی بدخشان میگه در نتیجه آتش جوابی مقامات جنایتکار زخمدار گردیده کشته شده است. سنجیدن درستی این خبر و تفصیلات آن فعلا امکان ندارد، اما دوستان و نزدیکان گلبیدین میگن از حادثه ماجرا با پروکرور نزدیک 2 سال گذشته بود و این مسئله آن زمان آرام کرده شده بود، ولی کارمندان انتظامی امروز بدون آگاهی آمدند و خواستند بازداشتش کنند. آنها ادعا میکنند که زیوبکوف سلاح نداشت. برای آنها جزئیات کشته شدن او هم معلوم نیست. بعضی از شاهدان حادثه گفتند گلبیدین زیوبکوف در راه از شاخدره به خوروغ از سرش تیر خورده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. آنها میگویند 2 سال پیش گلبیدین زیوبکوف و چند نفر دیگر دادستان ناحیه روشقلا را برای پیشنهاد معامله محرمانه با یک دختر محلی زده بودند، ولی رئیس سابق بدخشان یادگار فیضان مسئله را آرام کرده بود. پرکرور در یک نوار ویدیویی هم از مردم بدخشان عضو پرسیده بود. همین حالا که ما صحبت میکنیم، میرزا نبی، در خوروغ چی میگذرد؟ ببینید، برخی ساکنان بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که گردی همایی مردم در مرکز خوروغ همچنان ادامه دارد و آنها طلب دارند که افرادی که گلبیدین زیوبکوف را کشتند به جوابگری کشیده شوند. با گفته شاهدان ده ها نفر در خوروغ تجمع کردند، ولی از مقامات تا هنوز نفری از مسئولان به نزدشان نبرآمده است. ساکنان میگویند در فضای خوروغ چربال ها پرواز میکنند. این حادثه در حالی رخ میدهد که نام ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در هفته های گذشته با سبب به طور ناگهانی و زودهنگام برکنار شدن رئیس پیشینی آن یادگار فیضوف در سرخط خبرها قرار داشته بود. تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود با تحولات امروز در خوروغ. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.